بسم الله الرحمن الرحیم کوچکترین مذرب مشترک یا LCM عبارت از دریافت عدد است که بالای تمام اعداد مربوطه اش پوره تقسیم گردد و یا تمام اعداد مربوط آن را تقسیم کند با چند طریقه حل میشه که با طریقه تجزیه است دیگه با طریقه اقلیدیس است طریقه تجزیه چی است در این طریقه اولا اعداد را تجزیه و بعد از بعدا از عوامل مشابه و غیر مشابه عامل را میگیریم که تعداد آنها زیاد باشد خب السیم اعدادی را دریافت میکنیم به مانند 24 16 و 20 تجزیه میکنیم در تجزیه میبینیم عامل را دریافت میکنیم که تعداد از آنها چی باشه زیاد باشه در اینجا می بینیم کدامش مشابه است دو هم مشابه است هم, دا اینجا هست. هم دا اینجا در اینجا است هم در اینجا درسه از اینا دو شامل است این از کوچکترین ما قابلیت تقسیم اینا رو تجزیه میکنیم کوچکترین شروع میکنیم بعد اول دو سه چهار هر کدامش که شد مدا کوچکترین اول شروع میکنیم میبینیم در اینجا تعداد زیاد است یک دو دو سه چهار چهار دانه دو در اینجا است پس تعداد از اینا زیاد است پس سیری چند میکنیم دو بنامای چهار از عداد غیر مشابه میبینیم در اینجا سه هست جای نیست. پس را هم میکره. و دیگه اعداد غیر مشابه دیگر به مانند پنج است اینا رو میگیریم ضرب میزنیم دو به نمای چار چی معنی به این معنی که یک عدد یعنی دو به نفس خود چهار مراتب سر خورده یعنی دو ضرب دو چهار دو چهار هشت دو هشت شانزده سه شانزده ما چله هشت پنج هشت ما دو سد و میشه سوال بعدی در اینجا ببینید اعداد را LCM پیدا میکنیم اعداد 36, 24 و 48 دریافت میکنیم تجزیه میکنیم باز هم براتان تکرار میکنیم که از کوچکترین قابلیت شروع میکنیم در این کوچکترین قابلیت چی است؟ دو است از دو شروع میکنیم تجزیه میکنیم وقتی که تجزیه کنیم میبینیم عوامل مشابه کدام است عوامل مشابه در اینجا هم دو است در اینجا هم است در اینجا است تعداد کدام زیاد است در اینجا میبینیم تعداد عوامل 48 زیادتر است چرا به خاطر که تعدادش زیاد است یک دو سه چار اینه دو به چند چار عوامل مشابهش هم بینیم دیگه عوامل مشابه داره نداره بله داره اینجا دو به دو سه به دو است اینجا یک دانه سه است اینجا یک دانه سه است از این دو دانه که تنهایی است ایره نمیگیریم تعداد از این زیاد است پس تعداد از که زیاد است ایره باز میگیریم پس سه به دو ایره میگیریم وقتی گرفتیم با یک دیگر ضرب بزنیم نو پیشتر برتان ضرب سدم که دو بنامه چهار به معنای چند شانزده سه بنامه دو یعنی سه به نفس خود دو بار ضرب میخوره سه ضرب سه به معنای نو نو ضرب شانزده یک صدو چلو چهار میشه خب میاییم حال حاضر به طریقه, طریقه دیگر طریقه دیگر به معنای حل به طریقه اقلیدیس است در این طریقه یک تفاوت میان بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مزرب مشترک وجود دارد و آن هم اعداد مشابه و غیر مشابه در کل گرفته می شود اما در بزرگترین قاسم مشترک گرفته نمی شود در بزرگترین قاسم مشترک صرفا اعداد اینی قسمتش گرفته می شود اما این قسمت گرفته نمی شود اما در کوچکترین مزرب مشترک هم به این سمت گرفته میشه هم به سمت پایین اعدادی که باقی مانده اینا هم گرفته میشه حال حاضر کوچکترین مزرب مشترک 36 24 و 48 میگیریم در اینجا میبینیم اعداد مشابه در اینجا دو است دو به نمای دو سه دو دانه است میبینیم سه دو دانه است پس سه به چند میشه دو ضربه چند ضربه چهار در مجموع چند می برایه؟ یک سد چار چار کوچکترین عددی است که بالای اعداد سی و شش 24 و چار و هشت پوره تقسیم میشه. دیگر عددی داریم به معنای بیست و شانزده و بیست ای را هم تجزیه می کنیم اعداد را پیدا می کنیم که همزمان بالای عرصه از اینا تجزیه شده در اینجا دو است تجزیه میکنیم، بالاخره در اینجا سعی کنین در صورت که اگر یک عدد قابل تجزیه است امور هم تجزیه می در اینجا می بینیم اعداد باقی مانده است دو به چند است سه اینه در اینجا سه است در اینجا پنج است در اینجا چی می کنیم می گیریم ضرب سه ضرب دو ضرب پنج پس در مجموع چند میشه؟ شود دو چل مشه. در مجموع دو سد و پس LCM اعداد 24 16 و 20 کوچکترین عدد عبارت چند است 240 می باشه که بالای از اینا پورا تقسیم میشه این بود درس شما کوچکترین مذرب مشترک و تشریح انواع آن کدام سوال اگر بوده باشه ما در خدمت, من در خدمت شما هستیم الان نگهدارتان دارتان اوقات خوب خوش داشته باشید